نشست علمی روزانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه 24 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست با اشاره به مشروع نبودن فروش زمین های بدون مالک فرمودند فروش زمین توسط حاکم حتی اگر حاکم شرعی و اسلامی باشد صحیح نیست و حق ندارد زمین را به کسی بفروشد چرا که در حدیث آمده که الارزول الله و لمن امرها زمین متعلق به خداست و کسی که آن را آباد کرده است لذا حتی اگر حاکم زمینی را به کسی فروخت و او مالک آن نمی شود مگر به اندازه ای که در داخل آن زراعت کند و یا خانه بسازد و آن را آباد نماید معظم الله با اشاره به برخی از روایات و برخی از فرازهای نهج البلاغه فرمودند عثمان در زمان خلافتش زمینهایی را به برخی از اشخاص داد امیرالمؤمنین پس از خلافت ظاهری فرمودند من هر آنچه از زمینهایی که عثمان به کسی داده را باز می‌گردانم و برگردان برگرداندم ایشان در ادامه فرمودند زمینی که مالک ندارد و مواد و صحراست مالک اولیه ی آن خداست دوم آن کسی که آن را آباد کند یعنی در داخل آن زراعت کند یا باغ درست کند و یا خانه بسازد در این صورت شخصی که آن زمین را به این صورت آباد کرده مالک آن زمین می شود وگرنه حاکم حق فروش زمین به کسی را ندارد آیت الله العظمی شیرازی تاکید فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ایام حکومتشان به کسی زمین ندادند چرا که زمین متعلق به خداست و سپس متعلق به کسی است که آن را آباد می کند اما اگر کسی که زمین را آباد کرده و مثلا در داخل آن خانه ساخته یا زراعت کرده و یا باغ درست کرده پس از آباد کردن زمین می تواند آن زمین را بفروشد با هم فرمایشات آیت الله عزما را ببینیم و بشنویم ببینیم مالک زمین خالی بودن یا مالک باغ و خونه بودن نه نه زمین و باغ فرق میکنه زمین خالی و ایش مالک نیست بله انفال مالکش امام علیه الصلاة و السلامه رؤوس ال جبال بطون الادویه، سيف البحار و انفاله اینا مالکش امام معصومه صلوات الله اما زمین های صحراها نه مال خداست هر کی اومد تعمیر کرد میشه مالک اگر نه نه سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شرح بود نکاتی در رابطه با اذان و اقامه کیفیت توسعه در مستحبات برخی از احکام غسل و وضو اعتبار احادیثی که از حضرت حجت نقل شده تزاهم بین تدفین میت و تأخیر برای کسرت تشیه کنندگان مقدار لازم برای امساک در روزه حکم هدایایی که زوجین به یکدیگر دیگر میدهند برخی از احکام دیگه و حکم صدقات مستحبه و زکات برای سادات و غیر سادات از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی رازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاحسد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.